صلح عزیزان موضوعی که امروزه همه مردم، همه جامعه و همه کشور به او ضرورت داره. ای که صلح در افغانستان ما چی وقت میه موضوعات است که روش بحث می داشته باشیم. آقای اسمت الله سلطانی را با خود داریم، آگاه امور سیاسی هستند که روی موانع پروسه صلح در افغانستان امروشون صحبت می داشته باشیم. شما را خوش آمدید میگیم، صبحتان بخیر. سلامت باشین، زنده باشین. سلام بر شما و تمام بیننده های تلویزیون. خیلی خوشحال هستم که در برنامه شما حضور پیدا کردیم. خیلی تشکر از شما. صبح را چگونه آغاز کردیم؟ خوب بود، بسیار خوب. خیلی خوب. امروز خیلی فرصتی هم بود دیگه، به خاطر جرگه راه خیلی فرصت بود، یعنی خوب بود. بله واقعا که امروز فرصتی بود، اما امی چک پوینت ها خیلی مردم آزار میتفکر. والا از مسیری که ما آمدیم اونقدر چک پوینت بود ولی مزیت نمیکرد مردم. خیلی خوب، ما امروز روی موانع پروسه صلح در افغانستان بحث می داشته باشیم. میخوایم دیدگاهتون را در مورد صلح ابتدا داشته باشیم. خب صلح چیزی است که آرزوی تمام مردم افغانستان است و بدون شکی آرزوی هر فردی است و زندگی کردن در صلح و در امنیت میتونه یک مزایای بسیار خاصی رو بر زندگی بشر بده، بر زندگی انسان بده، که متاسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات خیلی زیادی که در اینجا وجود داره مردم ما در طول دهه‌های گذشته و تا هنوز نتونستن در یک صلح که واقعا آرمان مردم است زندگی بکنند. خیلی خوب، به صلح که نرسیدن، به نظر شما موانعی که ایجاد میکنه مانع صلح میشه در افغانستان چیست؟ ببینید، ما همیشه در همه رسانه‌هایی رو گفتیم که دو مانع خیلی بزرگ فرارای صلح افغانستان وجود داره. یک رقابت منطقه‌ای است، رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که متاسفانه موقعیت حساس افغانستان به جایی که یک فرصت خیلی خوبی باشه و یک فرصت خیلی خوب هستم اگر بتونیم این ما مدیریت بکنیم. و دوم مانع بزرگ موانع داخلی است که موانع داخلی میتونه عدم تعریف روشن از منافع ملی باشه که متاسفانه امروز خیلی از کسایی که در رأس قدرت هستند و همچنان در قدرت شریک هستند اینا منافع شخصی خود منافع ملی میدانن، یعنی کار کردن برای تیم خود، کار کردن برای گروه خود، کار کردن برای قوم خود، اونا منافع ملی میدونن، در حالی که منافع ملی نیست. منافع ملی چیزی است که همه مردم افغانستان با هر زبانی که صحبت میکنن، با هر در هر سمت و موقعیتی که در هر ولایتی که هستن، اینا همه کسایی هستن که باید بر از اینا کار شود و یکی از موانع بزرگش همی است. ببینین تا ضعف ما نباشه هیچ گاه خارجی ها در افغانستان نمیتونن، چی در افغانستان و یا چی در هر کشور دیگی. زمانی که ما در افغانستان نتونستیم موضوع را به نفع خود مدیریت بکنیم، به نفع کشور خود مدیریت بکنیم، همی است که کشورهای بیرونی خو ای وظیفیشان است، اونا برای منافع خود در داخل و در بیرون کار میکنن. چی منافع از او در افغانستان باشه که موقعیت حساس افغانستان است؟ خود موقعیت اساس افغانستان باعث میشه تا کشورها علاقه پیدا بکنن که بیاین دسترسی داشته باشن برای این موقعیت. ولی وقتی ضعف داخل وجود داشته باشه، وقتی سیاسیون ما فقط به منافع جیب خود کار کنن، بدون شک این باعث میشه تا کشورها بیشتر دست پیدا بکنن برای تسلط افغانستان، هی تسلط چی سیاسی باشه چی اقتصادی باشه. بله خیلی خوب، در این روزها بحث های از امی جرگه مشورتی صلح از به نظر شما جرگه مشورتی صلح چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟ بله ببینین، جرگه وقتی تاثیر گذار بوده میتونه که تمام جناها در این شامل باشه. وقتی ما بیاییم یک جرگه داشته باشیم که مهندسی شده باشه، بله، وقتی ما یک جرگه داشته باشیم که در او تنها نفع یک شخص دخیل باشه و تمام هوادارای خود جمع بکنه، برای اینکه ما جرگه دایر میکنیم. جرگه به این معنی نیست، جرگه به این معنی است که تمام مردم افغانستان در او شامل باشه. بله. تمام مردم افغانستان مساویانه، یعنی جرگه به این معنی که بر از او اختیار داده میشه، ولی جرگه ما مشورتی است، بر از اختیار هم داده نمیشه، ولی باز هم به خاطر از اینکه ذهن مردم تغییر بکنه، یعنی یک کمپاین شده بر از اینکه دستگاه حاکم بتونه از این استفاده بکنه برای کمپاین آینده خود، این جرگه را دایر میکنه. به همین خاطر مخالفت های خیلی زیادی در این عرصه وجود داره و جرگه به جای از اینکه بیان سر جرگه کار بکنن، من مخالف جرگه نیستم، جرگه چیزی است که
اگر واقعا دایر شود، اگر واقعا از تمام مردم افغانستان نظر خواسته شود و اگر تمام جناحات ای شامل شود، این میتونه خیلی نتیجه خوب داشته باشه. چرا هیچ کسی نمیتونه بالای از این انتقاد بکنه؟ وقتی ما جرگه دایر میکنیم، وقتی تمام مردم افغانستان دایی شامل است، همه خود میبینه دایی جرگه، به این معنا که مردم میگه حتما نتیجه از این چیزی است که برایند خواستهای مردم افغانستان است. ولی نه، ما جرگه دایر میکنیم در حالی که میبینیم که کسای ایر مهندسی میکنن، کسای میخواین که از این منحیث دادن مشروعیت برای قدرت خود ایره برای ابزار استفاده بکنن، ولی استفاده ای ابزاری از جرگه این کار نادرست است و این نمیتونه یک نتیجه مثبت برآوردن صلح در افغانستان داشته باشه. خیلی خوب، واقعا در آخر مردم افغانستان هم خسته است، حتی گروه مقابل هم خسته است. چقدر به این خوشبین هستین که صلح خواهد آمد؟ ببینین، اگر مردم افغانستان واقعا با خود بشینه، همین قسمی که من در ابتدا اشاره کردم که یک بود خیلی برجستی مشکل مانی پروسی صلح در افغانستان رقابت های منطقه‌ای و دسترسی کشورهای بیرونی است. اگر واقعا مردم افغانستان با هم بشینند، طالب هم کسی است که از افغانستان است، هیچگاه بی‌عزتی مردم افغانستان نمیخواهد. ولی اینا منحیص ابزار استفاده میشن. ببینید، ما در طول قدر مدت از هم دور نگاه شدیم، یعنی طالبا و دولت از هم دور نگاه شدن. بله. به چه دلیل؟ چرا منافع کشورهای بیرونی ایجاب میکرد تا اینا را از هم دور نگاه بکنن؟ ما شورای صلح داریم در عد شعار، کدام روزی ما شنیدیم که طالبا بگویه که ما نمیخواییم صلح؟ هیچ وقتی نشنیدیم. طالبا میگن که ما صلح میخواییم، ولی صلح قربانی میخواید. صلح هیره میخواید که ما فقط به این معنی نیست که ما همه را برای خود بخواییم. بله. اونا هم از افغانستان هستن، اونا هم کسایی هستن که از اینمی خاک، از دمی خاک تولد شدین، اونا بی‌عزتی از این خاک نمیخواین و بدون شک ما هم نمیخواییم. ولی مشکل چیست؟ که ما از هم دور نگاه شدیم. یعنی کشورهای بیرونی، من نشست مسکو و خیلی ها میگفتن که یک نشستی است که البته نتیجه منفی میده، ولی من خیلی بارمن به این بودم که نشست مسکو خیلی یک دیالوگ خوبی بود بین مردم افغانستان. بله. طالبا با هم شیشتن، با مردم افغانستان شیشتن، ولی نتیجهش چی شد؟ همه با هم تفاهم داشتن. پس مشکل کجاست؟ اونا همه فکر میکردن که مشکل کجاست، ما فکر میکردیم که مشکل کجاست. اونا با ما اوتور چیزایی را، یعنی ما در اون مواردی مشکل نداریم که اساسی است، بسیار در موارد کوچک مشکل داریم و مشکل قابل حل است، ما میتونیم به تفاهم برسیم. خیلی خوب، به نظر شما این مشکل در کجا بود از دیدگاه خودتان؟ ببینین، من گفتم که ما از هم دور نگاه شدیم، به این معنا که ما با دو دست خود خود زدیم. افغانستان جایی است که منحیص بدنی ما است، یعنی جایی است که ما در اونجا زندگی میکنیم. خوبی بدی افغانستان بالای زندگی ما تاثیر داره. امروز در جهان وقتی اتفاق میفته بالای زندگی ما تاثیر داره. پس ما که در یک کشور زندگی میکنیم، بدون شک وقتی ما ناامن اینجا میباشه، خیلی از تجارای ما اینجا سرمایه گذاری نمیکنن. چرا؟ امیال میبینیم که سرمایه گذار ما اختطاف میشه. بله. پس امنیت برای اینا وجود نداره. وقتی امنیت وجود نداشت، به این معنا که کار نیست. وقتی کار نبود، جوانای ما نمیتونن کار بکنن. وقتی جوان نتونست کار بکنه، پس به خاطر رسیدن به آرزوهای خود چی باید بکنه؟ خیلی هایشون نمیتونن به سواد برسن. وقتی به سواد نرسیدن، خیلی یک ابزار خوبی برای کشورهای بیرونی قرار میگیرن. ما بیاین ببینین در گروه های شورشی چقدر از اینا میفهمن، چقدر از اینا عالم هستن، چقدر از اینا علم دارن. خیلی از اینا کسایی هستن که احساسات برشان داده شده، احساسات دینی برشان داده شده، ولی علم دینی برشان داده نشده. یک تعداد کثیری ما میبینیم، داعش میبینیم، طالب میبینیم، اینا از هر کشوری که ساخته میشن، اینا علمیتشان پایین ولی احساساتشان خیلی بالا است، که خودش باعث فاجعه میشه. فقر علمی و فقر اقتصادی، هر دوی از اینا باعث آوردن فاجعه در کشور میشه، چه در افغانستان باشه و در هر کشور دیگه. کسی است که نمیتونه با کسی دیگه بسازه. آینده خود فکر کرده نمیتونه که ما وقتی امروز اقدامی را که بر ما است، من مجبور هستم مطابق به قانون پیش برم. وقتی من مطابق به قانون پیش رفتم، به این معنا که ما در آینده دچار مشکل نمیشیم. ما یه چیزی را خیلی در سرک ها میبینیم، یعنی میگه چیزی که در آدم است در عالم است. بله. وقتی در یک سرک موتری از جادی مسیر خود میبره در سرک دیگه، چقدر رابندان میشه؟ به این معنا که یک شخص وقتی از انسانیت خود بیرون شد، خیلی به دیگران مشکل خلق میکنه، خیلی زندگی مردم متاثر میسازه. امروز وقتی امنیت اینجا وجود نداره، زندگی مردم چقدر متاثر است؟
کشورهای بیرونی به خاطر داشتن افغانستان منعیس یک نقطه طلایی، خصوصا کشوری که امروز در مسائل افغانستان دخیل است. حالا گرچه ما میبینیم که کشورهای دیگی هم هستن و علت از این که طالبا امروز آیست آیسته نزدیک میشه با حکومت علتش همی است. یک علت برجستیش این همی است که علت اصلی است که طالبا یعنی نفوذ پذیری بیشتر پیدا کردن. یعنی امریکا نتانست که طالبان هم منعیس ابزار خود استفاده بکنه. امروز دولت ما می نمی قسم در دست امریکا قرار می گیره و طالب هم در دست امریکا قرار می گیره یا کشورهای دیگی، ولی اینا همه باعث میشه تا مردم افغانستان که با هم برادر هستن، مردم افغانستان که مسلمان هستن، همه ایشان یک خدا را پرستش می کنن، همه ایشان یک عقیده دارن، اینا با هم اختلاف دارن. اختلافشان در چی است؟ معلوم نیست. یک اختلافی که یعنی ریشه های خیلی بنیادی نداره برای اینکه ما نتونیم با هم به تفاهم برسیم. بله. اگر ما واقعا بخواهیم که صلح بیاید، باید طالبا با دولت بشینه، دولت با طالب بشینه، تا ای که ما بتانیم دیالوگ بین الافغانی را توسعه بدیم، تا ای که ما بتانیم به نتیجه برسیم. اگر قرار باشه که ما همیشه نشست ها را در دوحه برگزار بکنیم، بله، و اونجا هم از افغانستان هیچ کسی حتی اطلاع پیدا نمی کنن که در اونجا چی جریان داره، و امریکا کشوری نیست که دلش بسوزه بر افغانستان. هیچ کشوری دلش بر افغانستان نمیسوزه. اگر ما بگوییم که چرا پاکستان صادقانه با ما همکاری نمیکنه، هیچی معنا. پاکستان خودش منافع خود داره. بله. پاکستان یک کشور مستقل است، میخواد کشور خودش آباد شود. پس به نفع ما هیچ وقت کار نمیکنه. و منافع پاکستان هم در ناامنی افغانستان است. چرا خط دیوره نمیگه از ما میگیره؟ اگر تو امنیت در کشور تو بیایه، حکومت در رأس قدرت قرار بگیره، کو نفع افغانستان هم میخواه. نفع افغانستان در این است که خاک افغانستان نباید در معرض خطر قرار بگیره. بله. پس به این معنی که ما خط دیوره نمیخواهیم. اینجا در افغانستان فعلا نه تنها قدرتی که فعلا حاکم است، بلکه خیلی از کشورهای دیگه در افغانستان میخواین که امریکا را ناکام بسازن، و این باعث میشه که ما پایمال شیم، ما دچار مشکل شیم، امنیت ما بر هم بخوره، زندگی ما خراب شود. به این شکل. خیلی خوب. به نظر شما این دست درازی کشورهای همسایه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای آمدن صلح در افغانستان؟ ببینین، تا منافع کشورهای بیرونی نخواهم، من براتون قبلا عرض کردم که با تاسف خیلی زیاد سیاسون ما نفعشان در منافع شخصیشان میدانه. نفع خود در شخص خود میبینه، در گروه خود میبینه. نفع خود در زندگی در افغانستان با امن نمیبینه. ببینید، زندگی در افغانستان برای ما هست، برای ما شهروندایی است که در اینجا تولد شدیم و اینجا زندگی میکنیم. برای او کسایی که بلدنگای در خارج از کشور دارن چی فرق میکنه؟ اینجا میدان تجارت است برشان، فقط میان تجارت میکنن، پول بیشتر به دست میارن، پس اینجا ریلا میکنن میرن. اگر اینجا شرایط برش نامساعد شد، میره به کشوری که اونجا زندگی داره. پس برای از اونها چی فرق میکنه؟ اینجا میدان تجارت است، فقط میان اینجا بزنس میکنه. بله. فقط سر احساسات مردم بزنس میکنه، سر امنیت ما افغانستان، سر حاکمیت در افغانستان. خیلی خوب. یعنی واقعا صادقانه برای مردم کار نمیکنه. بله. ما فقط یک شخص میدانه افغانستان از این وضعیت بیرون بکشه. او شخص کسی باشه که دلسوز باشه، واقعا وابسته به این خاک باشه. تا زمانی که یک حاکم وابسته بر افغانستان ما نداشته باشیم، یک شخصی که تمام منافع خود در امنیت افغانستان ببینه نداشته باشیم، ما به صلح نمیرسیم. خیلی مردم ما فریب میخورن برای از این کسایی که میاین برای دو روز کمپاین میکنن، یک چند پولی که برای این مردم میده اینا کلشان طرفش میدونن. این اشتباه است. آینده خود با پول میفروشن. وقت رای تا فروختی، گرچه رای ما امروز مؤثر نیست، چرا ما حاکمیت وقتی نداشته باشیم در کشور خود، رای ما چی مرا؟ انتخابات ما را ما دیدیم. تمام مردم افغانستان شاهد ازی است که انتخابات ما نتیجش چی بود. پس وقتی ما انتخاب دلسوزانه در پروسی انتخابات ما قسمی پیش نریم که واقعا بخوایم یک کسی حاکمیت ازی کشور را به دست بگیره که واقعا برای این مردم کار میکنه، تا چی وقت این مردم این قسم بی سرنوشت زندگی بکنه؟ امروز مردم ما خیلی بدتنگ آمدن. یعنی اگر ما امروز بگوییم ما حکومت داریم، پس این انتحاری، هیچ کس در خانه خودم امن نیست. امروز وقتی ما در بازار میبریم ترس میکنیم، ممکن اونجا انتحاری شه، پس این
به این معناست که باید صادقانه اینجا کار شوه. این به این معنا نیست که ما وقتی حکومت ما ختم شد، وقتی ما قرار است بریم به انتخابات بعدی، ما بیایم کمپاین ها بکنیم، از جیب مردم کمپاین بکنیم. امروز اشرف غنی میره از مال ملت، از وزارت مالیه پیسه میگیره، میره برای خود کمپاین میکنه. چرا؟ مگر ما امروز در فیسبوک ها، در رسانه ها ندیدیم که کمپاین از حال شروع شده؟ کدام قانون برات اجازه داده که تو منحی ساکم افغانستان بیری برات کمپاین بکنی؟ یا اشخاص دیگه ای هستن؟ کی برتان اجازه داده که شما امروز بیاین؟ کدام قانون؟ اینا می قسمی که بی قانون اینا آمدن، از اینا می قسم بی قانون میرن پیش میرن. فقط چیزی که برشان مهم است قدرت است. هر کسی که امروز، ما کل کسایی رو نمیگیم که خودک کار نیت کردین، ولی یک تعداد زیادی هستن که فقط کار میکنن برازی که اینا قدرت به دست بیارن. هر آن چیزی رو منحیص ابزار استفاده میکنن. به باورم او یکی از دانشمندایی که اونا به دین باور ندارن میگه سیاست مبارزه برای قدرت است. هر آن چیزی رو میگه رسیدن به قدرت توجیه میکنه. یعنی هر چیزی رو میتونه منحیص ابزار استفاده بکنی. خیلی خوب، بله. و امسال قرار است که انتخابات ریاست جمهوری همچنان برگزار شود. خوشبختانه به نظرتون از دیدگاه شما چگونه اگر انتخابات خواهد بود؟ آیا هم انتخابات قبلی واری خواهد بود؟ ولی اگر انتخابات مهندسی شود، ما به این باور هستم که اگر حکومت موقتی به جای حکومت فعلی جایگزین شود، خیلی به نفع افغانستان است. ما میفهمیم که مشکلات خلق میشه، ولی انتخابات حداقل مهندسی نمیشه. یک شخصی باشه که او بی‌طرف باشه. ای بیاین این قسم از طریق لوی جرگه یا هر آن رای دیگی که برش ممکن است از جلو به پیش برن، شخصی را تعیین بکنن تا از مال ملت کمپاین نشه، تا از دارایی ملت کمپاین نشه، تا هر کسی از قدرت خود استفاده نکنه، کمپاین نکنه. بیاین واقعا وعده بدن و واقعا بر وعده خود وفا کنن. امروز ما میبینیم که وعده هایی که تیمای انتخاباتی قبلی دادن، چی کسیش به قدرت رسید، چی کسیش شریک قدرت شد، همه به نفع افغانستان کار نکردن. کار کردن. پس تو حاکم هستی در افغانستان، چی میکنی؟ وظیفه چی است؟ یک کسی که حاکم است در افغانستان وظیفه چی است؟ باید سرک بسازه، باید بر مردم سهولت ایجاد بکنه. پس خیلی چیزایی که ممکن بود، یعنی چیزایی که ما میبینیم که خیلی هم ممکن است، این توانایی رو دولت داره ولی نمیکنه. چرا نمیکنه؟ ممکن فشارهای بیرونی باشه. بله. پس ما دیگه تو یک وضعیتی هستیم که ما به هیچ وجه، یعنی اتفاقات پیاپی منفی باعث میشه تا افکار مردم منفی شه و ما نمیتونیم بالای کسی اعتماد بکنیم. بله. مشکل اینجاست. بله. خب به عنوان آخرین سوال میخوایم ازتون بپرسم، در اواخر واقعا بانوان خیلی دستاوردهایی داشتن، اما به فکر اینا قرار است که صلیبیه یا طالبان به این آزادی خود از دست میدن. به نظر شما چنین خواهد شد؟ ببینین، یک اسلام است، یک شخص است. ببینید، عمل کرده ما نمیتونه واقعا اسلام خالص باشه، عمل کرده یک شخص دیگه نمیتونه واقعا اسلام خالص باشه. چرا؟ برای انسان گناه تعیین شده، به خاطر از گناه تعیین شده که قرآن چیزی میگه و انسان چیزی دیگه میکنه. از این خاطر گفته اگر تو از این مسیر منحرف شدی، تو دچار گناه شدی. صحیحست؟ بله. به این معنی نیست که یک کس مسلمان شد هر عملش اونمو چیزی است که اسلام برش گفته. نه، اشتباه میکنه. انسان وقتی که در دنیا آمد اشتباه کرد که در دنیا آمد. صحیحست؟ بله بله. پس انسان خالی از اشتباه نیست. هدف ما این است، میخوایم سوال شما را پاسخ بگوییم که طالبا اگر واقعا اسلام را پیاده بکنند، در اسلام حقوق بر زن داده شده، آزادی بر تحصیل زن داده شده، آزادی بر زن داده شده، و اگر واقعا اسلامی را که بر زن حقوقی داده که غربی ها نداده، بله، و کشورهایی نداده که امروز از حقوق بشر میگن، اونا حقوق بشر هم منحیص ابزار استفاده میکنن. این ما خیلی ها برای ما ثبوت شده. بیاین ببینیم که به اتفاقاتی که در بر ما اتفاق افتاد در کشورهای دیگه که این قسم مسلمان قتل عام میشه، امروز هر آنجایی که یک اتفاق میفته اگر اونجا اسلام دخیل باشه، میان کش میکنن اسلام دخیل میکنن، مثل که در اتفاقی که در کشوری که امو کلیسا آتش شده بود. پس این اتفاقات همیان در پای مسلمان ها بسته می کنن، در حالی که مسلمان برش ای وظیفه داده شده، قرآن برش شیره گفته، قرآن ناب، که تو کاری بکو که بر همسایید ضرر نرسه. ولو که غیر مسلمان بود، تو اخلاقت که در زو قسمی بساز که گرویدی تو شوه. بله. یعنی اسلام چیزی را گفته که تو باید با قلب مسلمان شوی، نه ای که با زبان.
صحیح؟ بله. ما به زبان که مسلمان شایم خود جایی را نمیگیم، ما به زبان یک چیز میگیم فردا کار دیگه میکنیم. امروز بی کسایی را که میگن مسلمان هستیم اعمال از اینا کدامش به اسلام مطابقت داره؟ ولی ما میگیم اگر طالبا بیاین، طالبا کسایی هستن که از افغانستان هستن، زندگی کردن در افغانستان حقشان است، بیاین در افغانستان با همه مردم یک جا شون. ولی اگر اسلام نابت اسلامی ده که برای زنها حق داده، اگر این عملی بسازن و ما با هم با اونا هم دست هستیم و تمام مردم افغانستان با اونا هم دست است، در ازی که بتونن قرآن اونا تطبیق بکنن و قرآن برای زنها خیلی از حقوق داده. بله بله، سپاس از شما که تشریف آوردید، خیلی تشکر.